سلام به همه برابرکس دوست داشتنی و خفن موزیک بازا هیپ هاپیا دیس کننده ها دیس شونده ها میخوام بریم سراغ یه دیسی که خیلی سر صدا کرده، مشتری سیناب فیت کیارپ مجهول و ریوار. بریم ببینیم که چه کردن و یه سری توضیحات هم باید بدم خدمتتون. بریم بیایم. خب این ترک، یعنی این دیسترک خیلی سر صدا کرده و منم گذاشتم که یکم با تمرکز بشنومش و چون از زیرو تو انیوان کیت اصلا کاری نشنیده بودم، ترجیح دادم اول یه کار ازش بشنوم بعد بیام که مثلا دیسترش رو بشنوم، حداقل یه آشنایی پس زمینه ای داشته باشم باش. زیکرو خیلیش رو زیاد شنیده بودم اما کاری ازش تا حالا نشنیده بودم. کاری هم که شنیدم فیتش با علیرضا جی جی بود توی آلبوم آمادئوس حاجی بابا. این بالا میذارم اگه ندیدین ریاکشنش رو ببینین. اون اولین برخورد من با این داداشمون بود. حالا این ترک دیس اصلیش چیزی که من شنیدم با همین شخصه، ولی در کنارش کسای دیگه هم دیس شدن و بریم ببینیم که کیا دیس شدن و متوجهش میشیم یا نه. اگه تا ما رو سابسکرایب نکردین خوشحال میشم که سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش فعال کنین، لایک کامنت یادتون نره. لینک اصلی آهنگو میذارم توی دیسکریپشن، لینک سانکلاد بچه ها. بریم تو کارش ببینیم که چه کردن، واقعا مشتری رو راضی کردن یا نه، حق با مشتریه. یک دو سه وسکل یکم فکر کن کیاره فیت پولی آخه فریستال دیس میده. شما همه مشتری خیلی که اندازی تو لحاتو میفرستی چاقی. یا نشونم بده یه فیت پولی، خودتو زیر ما میچپونی، هیتر صدا میچیه چونی، مشتری منو تو کیرمونی، گوزه کدوم کنی لاتا کجایی، کلی یه لیکان ساس شمالی تعییده به دونی سای سینا به این چاقی. یا نشونم بده یه فیت پولی، خودتو زیر ما میچپونی، هیتر صدا میچیه چونی، مشتری منو تو کیرمونی، گوزه کدوم کنی لاتا کجایی، کلی یه لیکان ساس شمالی تعییده به دونی سایده گاوت، با سفیمت کنم تو زاویه کامل. دست مشتری من دونزن، دست مشتری ساخاری کرد، هی که خوری از پشتم قدیم و مشتری کارا میشد. هنو تو کفه که بدای گایدم، شرام خود کتاب قافی از رفقا نسله کنار آجیتن، نسلشو نابیش پدال ما میشن. خواهی داری بیار رفقا نسله کنار آجیتن، رضا پیشرو میگه. ولی من یه وایس از سیناب شنیدم که گفتش کارای منو نسبت به پیشرو ندین، یعنی نسبت به رضا ندین، یعنی هر کاری من میکنم به حساب خودم بذاری نه رضا پیشرو. اون شاید مثلا حتی در جریان نباشه. مشتری کارا میشد، هنو تو کفه که بدای گایدم، شرام خود کتاب قافی از رفقا نسله کنار آجیتن، نسلشو نابیش پدال ما میشن. خواهی داری بیار این بتل لایف، نشونت بدم که کی تلنت داشت، نشونه برم یه تیر پرت باز، چتون آخه دوره چی برت داشت، پانچ لاین میده رای مام، فایت بام میشه پایان. انصافا سیناب اینجا خیلی خوب اومده، ولی من همیشه گفتم، حالا این انتقاد امیدوارم انتقاد پذیر باشه سیناب، که فری استایل و اجرای زنده سیناب خیلی خفن تر از موزیکایی که مثلا تو استودیو خونده به نظر من، چند تا کاری که ازش شنیدم. ولی این انصافا این قدره نت بدم که کی تلنت داشت، نشونه برم یه تیر پرت باز، شتون آخه دوره چی برت داشت، پانچ لاین میده رای مام، فایت بام میشه پایان. لایک باز بزن پای کارت تای داستان اینه باز داد میزنه شاکره 88 چه برسه هلا که ده تا رو سد فید نمیدم بدی ده تا رو کش نمیخوره سیست به دربار در میدونم تو کونت نمیرم اگه آلبوم ها تو گوشت نمیزد یه تنه رو سدو کونو کشیدم رفه رو انگسوز منجر نمیشم رفر و احساس منیجر نمیشه احساس منیجر نمیشه اوی اوی یه تک میرینم به تا بیا اینجا بیا اینجا بیا کارت دارم بیا مشغوله من اصلا مشغول و دیوانه وار دوست دارم کارش و صداش تکنیکش فلوش خیلی خفنه. تو بیت میزنم ات نجنگ رفانی من لاته انگلیسی نگل بچه مجازی بچه مجازی لاته انگلیسی جفتشو مستقیم از این تیکه های مستقیم و جیگردار خوشم میاد.
رو بیت میزنم ات نجنگ رفانی من لات انگلیسی نگل بچه مجازی ای بابا پاشو پاشو نخو سوزن و وردا که باید مثل تیجی بشینی دم خیاطی به تو هم باید یاد بدم ادبیات با موهای بلوند بد لنز فقط میاد تو خسترت دیبالی و فی موهاش بلونده؟ بذار من اصلا چرا من پیج اینو نرفتم ببینم بذار ببینم یه لحظه گفتم من هیچ آشنایی نداشتم از قبل خلاصه که الان حتی آیدیش هم ندارم میرم تو پیج جی جی تو تگاش آها دیدمش ببینم چیزی مشخص نیست همیشه کلا سرشه آه نه ماش بلان نیست که بلان نیست که چی میگی داداش نمیدونم بریم نخو سوزن و وردا که باید مثل تی جی بشینی دم خیاطی به تو هم باید یاد بدم ادبیات با موهای بلوند بد لنز فقط میاد تو خست طرف دیوالی و فیک طرف ویناک بخ... بیبال همون استعداد جوهر رو داره میگه ویناکم که میدونم چرا چرا اولا دیس آل شدین وای بلوند بد لنز فقط میاد تو خست طرف دیوالی و فیک طرف ویناک بخف خون بگیر اینجا سر نزن زیاد بیا برو سیکریده اینجا تو رو کی البته مثل که گفتنش زیاد درست نیست ولی خیلی بده همه بفهمن که واسه بیفت پول دادی به هیپاپولوژیست آقا هیپاپولوژیست هم جز به رپرهای خفن نسل چهاره که خیلی سرصدا کرده و هم میدونستم که بیف داره با این داداشمون اما این فکت نمیدونم فکته یا نه مجهول معمولا فکت میده مجهول اگر یادتون باشه سر ترک هایی هم که برای دیس اصلی و شایم داد کلی فکت رو کرد حتی مکالمه رو کرد مکالمه با جعفری بود یا کی بود یادم نیست ولی کلا آدم فکتگویی حقگوه ولی خیلی بده همه بفهمن که واسه بیفت پول دادی به هیپاپولوژیست واسه بیف یعنی واسه دعوا یعنی پول بدی به یه نفر بگی به من فش بده داریم همچین چیزی اوه اوه مگه نه میده بو اوب تکسات نکنه اولگوت بوده پوبون امسال البته تو فعلا فقط واسه وانتونز به من چون سر لجه سروشه که میده کوروش بد حال با چیکار کردن واقعا یعنی رگباری داره مجهول میبنده و فکر کنم فقط 3-4 نفر تا این ورس مجهول میمونن که دیس نشدن پوبون وانتونز این دوتا هم مالید کلا یعنی قشنگ دلش پره مجهولا فعلا فقط واسه وانتونز به من چون سر لجه سروشه که میده کوروش به حال با فکت میکنم چون تو پارش حقیقتا تو سرطان تری از آرش دو دقیقه عموم به دلام هستم چه خبره رگباری ره بره داره دیس میکنه و اسم میاره یه وقتی هستش طرف دیس میکنه یه تیکه رو هوا میندازه یکی به خودش میگیره ولی این داره اسم میاره رسما این دیگه تهشه من این نوع دیس که دیس مستقیمه رو اصلا خیلی خوشم میاد یعنی طرف داره کلا چون تو پارش حقیقتا تو سرطان تری از آرش فاز پاپ سموک برداشتی رو جنس انبر نسا دود بده یکم جاهش نکنه باز شده چاک راهه در تو به تبینی ویسه یه بچه 4 ساله صاف بارد میکنم البته خالی از لطف نباشه تو خیلی بهتری از یانگ ساده ناموسه حاجی به یه نفر رحم کن تو رو خدا یعنی فکر میکنم 10-20 ثانیه از ورسش مونده باشه خب تو این 10-20 ثانیه کیار میخواد سرویس کنه خدا میدونه ولی تا اینجا فکر میکنم از اول ورسش 10 نفر راحت دیس کرد با اسم این که با اسم دیس کنی خیلی یاد ترک هم خیلی طولانی 5 دقیقه و 57 ثانیه و فکر میکنم هر کدومشون از یکی 1 دقیقه ورس داشته باشن پرچم بالاست میکنم البته خالی از لطف نباشه تو خیلی بهتری از یانگ ساده ناموسن با صد فشار رو ولی انصافا من حالا این ترک حاجی بابا رو گوش دادم از جی جی و یانگ ساده و زیرو تونی بان
به نظرم یانگ سادن بهتره، حالا باز نظر شخصی. ولی لطف نباشه تو خیلی بهتری از یانگ سادن ناموسن، واسه فشار روحی لازمه ولی تو فرنگ ما احترام به کونی واجبه. باخت دادی تقت تو گذاشتی چهار تایی، البته اخیرا دو شکم شدی از پوری حامله وابده جدیدن شدم پیرم چه پوری هم آورد درسته دی من میخونم و این چاقالا میشن هرسی راسین و روز مبارک بیا بگینم ایدیت. به خدا فکر کردم الان میخواد به چرسی هم یه چیزی بگه چون هم قافیهش میشد. واه الان دو نفر موندن، کیارپ و ریوار. بعدی مشهور انصافا ترکوند، ترکوند به معنی واقعی. یه کیارپ تنها ارتش تو خونه میکنی سمتش بری تو که داری دستت روه دستات زیر دست کشته. چقدر دلم برای جدی طنزه تنگ شده واقعا. کیارپ اصلا من با اون شناختمش و یکی از استعدادهای خفنه که با مجهولم قشنگ برو ارتش تیم تو خونه میکنی سمتش بری تو که داری دستت روه دستات زیر دست کشته سفید کل زرد تو نگو اکارت بودو روح میدن و حرفات کل زرد تو که دلقه کیم و غنات گایدم. نه این دوتا دوباره اومدن که اصلی رم یه تیکهی بندسن بهش بودو روح میدن و حرفات ما گذاشتیم در اصلی تو که دلقه کیم و غنات گایدم تو چار خط زود دل و رک باری چپ شده نای من بود سرطان تر از آرشقی بری خیلی بهتریه یا محمود اسم یانگ زاده محموده نمیدونستم زود دل و رک باری چپ شده نای من بود سرطان تر از آرشقی بری خیلی بهتریه یا محمود شفکی ها اومده با رنده چاقال استیک میزنی یا دنده کد 44 یا چونه لنده میشیه بگو بو بو تو پنکر ویدینگت هم بزو کلندر ماسر تهران صندوق چلنجر بام کار داری تکس بده منیجرم صبح کیرگوزی کنی میشی شبش خیلی همین امسال هیچ شده برسان فلو هم امسان واسه ویفت امسان بی دی اس امشم میکنم آبرود کسخار ادیسون نیکولاس تسلاما نگاهیدم علی پاشا علی تی ده ساله میخونی شما رو جایی نه علی پاشا هم بابا رحم کنید آبرود کسخار ادیسون نیکولاس تسلاما نگاهیدم علی پاشا علی تی ده ساله میخونی شما رو جایی نهیدیم باید بری برای سارم بنویسی که دیده بشی دیست میخوای بدی واجی نرینی چکس نخوردی جنوب شد فقط جه زدی بلش تو مورو گر یا کاردم و فرو میره تو کسفت شدی معاصره در میری کدوم بر خواهی مال خلوت هرسیه پیش رفته با کل مارکت خلوت هم آوردن تو بازی معاصره در میری کدوم بر خواهی مال خلوت هرسیه پیش رفته با کل مارکت و گشتم نیست رد پات باید بدیم ایش خمبه ما تحویل جدی خوردی ریز بد فشار ما بودیم دکا تو بودی سیکا حالا ما چیکا کردیم تو چیکا میزنی سرت بگیری ویو بلش تو رو میزنی دوش تیکا گاییدم خاره چخ روزگار که اعتبار تو صدا واسه حل حول هاسا مثل گو آویزون در کونمون حالا طبع هم زده ما شدیم بعد خوب اونا در آخر دوباره تو هنو گفتی رو فیلم تیم توی براجم ببن گلن رو خوره چیت به چین اینجا که گفت توی وراجم مطمئن نیستم اما بذاریم بگم الان یه چیزی یادم اومد که چند وقت پیش یه سری رشته استوری داشتن هم کیارپ هم مجهول که هشتگ میزدن وراج. خب یعنی یکی و دو یکی داشتن تیکه میداختن و هشتگ میزدن وراج فقط. من نمیدونستم این وراج منظورشون کیه خب و داشتم دونه به دونه میگشتم که اینا کیو دارن چیز میکنن چون یه تیکه هم فکر میکنم مشهور بهش انداخته بود که گفته بود اگه مثلا امیر خلوت نبود تو اصلا شناخته نمیشدی. بعد رفتم فیتای امیر خلوت رو چک کردم با وراج هم قافیه معراج رو پیدا کردم، رفتم پیج معراج رو نگاه کردم و دیدم که بله این داستانشون با همه، یعنی اون داره به این تیکه میندازه و اینم داره به اون تیکه میندازه و اینجا که الان گفتش وراج من یاد اون افتادم که اسم میکنم به اونم یه همچین تیکه ای انداخته. آره تیکه انداخته چون من دیشب توی یه چنل تلگرام دیدم که معراج هم یه فریستایل داده بود، دیروز بود فکر میکنم دیروز داده بود اما بازش نکردم نمیدونم حالا دیسپک بوده یا نه. بریم فریستایلر هم ریاکشن برم موافقین توی کامنتو بنویسین تو هنو گفتی رو فیلم تیم تو به راجم ببن گلن رو خوره چیت به چین چاقالا ادعا می کنن شیرن ولی شیر سیرک بپیچین تیمی شما رو قرد میدن بچه ها کینگ رینگ. کینگ رینگ هم که یه برنامه استعدادیابیه توی چنل یوتیوب کیارپ فکر میکنم که برنامه مشترک با مجهوله الان ریباره. ریبارم من
تا حالا کار رسمی ازش نشنیدم حقیقتا، دروغ نگم. میکشم برام طول از روزه یه مش لوزر، اینا خیس میشه جاشون ببینن نه توی موزر. چاقال تو بزنی فقط تو لایوات، ولی کتک بخوری توی فایتات خودت که نه، ولی شاید صدقه سری فیلم گوه خوردنت بشی وایرال. مشتی تو کیوتی قیافت این فیلم گوه خوردنه که یه تیکشم کیا رپ گذاشت برای همین زیرو تانیوان. آره اگه آره بگین من برم پیداش کن. خودت که نه، ولی شاید صدقه سری فیلم گو خوردنت بشی وایرال. مشتی تو کیوتی قیافت شوخی، اصلا میگیری روکی طبیعی. تو لندنم بذارن درت، چون تو تهران بودی فقط یه کونی، هنو مونده روت رد سک سک. فقط در میدی از خودت کمپوست، نمیرسه زورت بخوای بک بدی، هر چقدرم بری بسوزونی فسفور. مشکلم خودتی اصلا توف تو رب، نمیخوره لفظ گنگ به گلگونت. سیناب گرفتش تو رو به کیرش، شو من رفتم بعد ورس استورت. دیگه شده روتون حقیقت سوار، اینا دارن میکشن شدیدن عذاب. کسایی که بچه‌ها اسم بردنم همه یوزر بودن علی اردوان. ما نمیزنیم با شما تیک میک، فقط گنده گوز. علی اردوان هم بهش انداختن سر یه داستانی که برای سینا پیش اومده بود. علی اردوان هم یه تیکه هایی انداخته بود. همه یوزر بودن علی اردوان. ما نمیزنیم با شما تیک میک، فقط گنده گوزی. بابا ریدید میزدی سر خونه اول در جا، اگه کوری وانتون نمیداد بیلید. داداش تو سوختی کریر منفور، دلقه که استیجی خود پنگول، عروسک و شیرینی خود اصل. جمع کن بودو برو توی کنگود، میگن چرا بک نمیده به کسی، چون بیان روبرون میخورن ای پسی. نمیبینم تو هیچ کدومشون خایه، میذارن بالا سر همشون یه صلیب. رپ چیه بابا؟ اینا میخونن دیکته، خایه ندارن، فقط میندازن تیکه. میگم رو بیت بزنن تو تون کسرا، وقتش رچیده فیلتر گربه سیاه. تموم شد. انصافا خوب زدن. به عنوان دیسترک من شدیدن حال کردم باهاش و واقعا دیسترک بود. یعنی تک تک اسم بردن، فکر میکنم 10-15 نفر رو دیس کردن و خفنترین دیس هم اسکار خفنترین دیس هم به نظر میرسه به مجهول بعدش کیارپ که توی این ترک ترکوندن به معنای واقعی. مجهول که اصلا از همون شروعش زد، از همون شروعش رگباری زد. این رگباری نیست، رگباری زد. حالا خلاصه هرچی هست دمشون گرم. این این ترک مشتری بود و یه دیسپک هم از همین برادر زیرو تو انیوان کید اومد به نام ایستک که اونم ریاکشنش رو میذارم. حالا ببینیم که در جواب این دوستان چی گفته. خیلی چاکریم، مرسی تا آخر نگاه کردین، امیدوارم لذت برده باشین. و به نظر شما کی بهتر زد توی این ترک و اصلا با ترک و با ترک حال کردین یا نه؟ توی کامنت ها بنویسین، اول انگلیسی بنویسین بهتره، یعنی فینگلیش بنویسین بهتره که سابسکرایبتون هم نپره. زنگوله کنار سابسکرایب هم حتما 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 فعال کنید. خیلی چاکریم، مراقب خودتون باشین. قربان شما، مثل چک. به مرتضی تو بگو بد خدا شده باشی، به مرتضی علی با دندونام زرش میدم تا سابسکرایب نزنی به مالا ولت نمی کنم. تو داشی نهی تایتون گرم. آی انار انار بیا به بالینم، شبنم